عزیز سلام، خدا کنه خوب باشید. فعلا در سرک پانتون کابل هستم و اینجا دیگه مسئولین میرن و میان و امروز ما خواستم که بیایم و دیدگاه هموطنان خود در ارتباط با رانندگی خانم ها داشته باشم. دیگه تا ختم از این برنامه با ما همراه باشین ببینیم که دیدگاه هموطنان ما در ارتباط مثبت است یا منفی. سلام، خوب هستید؟ علیکم سلام، خوب هستین؟ بخیر، تشکر، سلامت باشی. میشه خدا کوتاه معرفی کنیم بر دوستان و کمی لازم میبینیم؟ سلام، هستم از کابل. بسیار خوب. ارسلان جان، میشه درباره رانندگی خانما نظر خدا بتی؟ خب رانندگی به خانما اگر اولویت است، حقشان است، چون ما در یعنی در کشور زندگی میکنیم که دموکراسی است، فقط خانما حق به هر کار دارن، میتونن البته به شکل قانونی میتونن رانندگی بکنن، بسیار خوب است. هر مشکلات حل میشه زمانی که یک خانم بتونه رانندگی. خب مثلا اگر خانم خانه باشن وقت میتونن به بسیاری کارهای خود به شکل بسیار آسان برسن. دیگه خوبی بیشترش ای است که مثلا خانمم خوب است در کل، وقت شاید به این عنوان بتونیم ما به شکل پیشرفته تر به کشور خود زندگی کنیم، یعنی خانم ها حق هر کار دارن، اولویتشان همی است که یعنی چون همون قسم حق زن و مرد مساویانه است و خب گفتنی دیگر ندارم. تشکر، سلامت باشید. بخیر باشین. بله، من فریدون هستم، در خارج از کشور مصروف تحصیلات خود هستم. بسیار خوب. فریدون جان، میشه دیدگاه یا نظر خودت در ارتباط به رانندگی خانما بگویی؟ خب مثل که هر شهروند کشور، هر مرد میتونه که رانندگی کنه، به نظر من هیچ مشکلی نداره. یک خانم هم حق داره، یک حق شخصی است، حق شخصیش است که باید بتونه رانندگی کنه. از شما در فامیلیتون کسی هست که رانندگی را داشته باشه از خانم ها؟ بله بله، خواهرم است، دو خواهرم است که فعلا رانندگی را بلد هستن. من خودم بلد نیستم ولی خواهرم بلد هستن. هیچ کدام مشکلی نیست. از نگاه من یک فرهنگی است که باید در تمام افغانستان از نظر ما اگه باشه خوب میشه، ولی متاسفانه در کشور ما در یک عیب میدانن. نه متاسفانه که یک عیب کلان میدانن، اما هیچ دلیلی هم نه دلیل منطقی نه دلیل دینی و مذهبی به خاطر رد از این به نظر ما وجود نداره و هیچ دلیلی هم وجود داشته نمیتونن. هر شهروند مرد و زن حقوقش مساوی است، هر کاری را که مرد کرده میتونه، به نظر من زن هم حق داره، حقش است که باید بتونه و بکنه. تشکر از شما فرید. سلامت باشید. زنده باشید. سلام به شما، خوب هستید؟ سلامت، شما خوب هستید؟ تشکر. تشکر، سلامت باشید. میشه خدا کوتاه معرفی کنیم بر دوستای ما کمی لحظه شما را میبینن؟ من علی خان یزدانی هستم، یکن از استادای پانتون کابل، پانزای نرای زیبا، دپارتمنت گرافیک دیزاین. بسیار خوب. خوب استاد، میشه که نظر خدا یا دیدگاه خدا در ارتباط با رانندگی خانم ها بگوید؟ اول خانم ها و مرد ها یا پسرها و دختر ها همه انسان هستن، هر کس حقوق برخوردار هستن، یعنی میتونن خانم ها هم مثل مرد ها دریوری کنن، کار کنن، هیچ مشکلی از نظر اسلامی هم نیست، از نظر انسانی هم نیست. چون در افغانستان امی رانندگی خانم ها را امروزه عیب میدانن، اما ای که دلیل در چی است این من نمیفهمم. خب او نظر به هر شخص ارتباط میگیره که چقدر ذهنش باز است یا چقدر بسته است. چی نقص داره که دریوری کنه خانم ها؟ بعد که برشان راحتر هم از خودشان به خواست خود میتونن طرف وظیفه برن یا جایی اگر خواسته باشن برن، میتونن بازادانه و بسیار راحت برن، این مشکل نداره. خب استاد، پیام خودتان بر از همه قسم اشخاصی که عیب میدانن رانندگی را برای خانم ها چیه؟ پیام بر اونا این است که دید خودان را باز بکنن، من حیث یک انسان فکر بکنن که فرق بین زن و مرد نیست، هر کدام میتونن توانایی دارن، خداوند توانایی دادن، میتونن از تواناییشان استفاده کنن برای های خوب. تشکر بسیار زیاد استاد، سلامت باشین، زنده باشین. سلامت باشین شما. خب دوستان، برنامه ما همه قسم ادامه داره و میریم از دیگه عزیزا یا از دیگه دوستا، هموطنان، شهروندا نظرهایشان میگیریم تا که اونا چی نظر میتن در ارتباط. اسمت الله رها هستم، یکی از محصلین پنزه ژورنالیسم. بسیار خوب. خب میشه کوتاه نظر خود درباره رانندگی خانم ها بگویی؟ رانندگی خانم ها واقعا خوب است. دمی پسان ها میبینیم که از خانم ها رانندگی میکنه، واقعا خوشحال میشم، چون فرق بین رانندگی نیست، زن و مرد نیست. هر کس رانندگی بلد باشه
میتونن رانندگی کنن، هیچ کدوم مشکلی نیست. تشکر از شما. خواهش میکنم. و اینجا دو جوان دیگه هم میاین. سلام، خوب هستی؟ سلام علیکم، خوب هستین، بخیر هستین. تشکر، سلامت باشین. میشه خدا کوتاه معرفی کنین برای دوستای ما که میبینیدن؟ یاسین هستم، اسم یاسین است. بسیار خوب. یاسین جان، میشه که در ارتباط با رانندگی خانم‌ها نظر خود بدید؟ حالا رانندگی خانم ها در کشور ما خب بسیار شرایطش مساعد نیست، یعنی گپ میزنه مردم اقسم باز خانم ها مثلا در خود کابل خوب است نسبتا در ولایت های دیگه. نظر خود کوتاه درباره درایوری خانم ها میشه برام بگوی؟ درایوری خانم ها، والا اگر خانم ها درایوری رو دست بگیره کار خوب است، بخاطر که در شرایط فعلی در این ناامنی ضرور است که خانم ها دریوری رو بگیره. تشکر بسیار زد. تشکر از شما. سلامت. خب دوستا، اینجا در کنار ما یک دختر خانم بسیار مقبولی است، همراه از اینا گفت میزنیم ببینیم که نظر از اینا در ارتباط چی است. سلام، خوب هستی؟ سلام، خوب هستین. تشکر، سلامت باشی. میشه خودت کوتاه معرفی کنی برای دوستان ما که همین لحظه خودت هم میبینن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فاطمه هستم، فاطمه مرادی هستم، از ولایت بامیان، محصل سال دوم پانزده علوم اجتماعی دپارتمنت جامعه شناسی. بسیار خوب، بسیار خوب. خب فاطمه جان، از دید خودت، از نظر خودت، رانندگی برای خانم‌ها چقدر خوب است و آیا نظر خودت در ارتباط بته که خانم‌ها میتونن رانندگی کنن یا خیر؟ بله، چطور نمیتونه خانم ها رانندگی کنه؟ خانم ها میتونه خیلی هم خوب رانندگی کنه، میتونه مشکلات هایش را رفع شه، همچنان میتونه در سر وقت به مو موقع برسه در پانتون و جاهایی که ضرورت داره. نیاز نیست یک برو یک ساعت سر سرک بشینه که کدوم موتر دگیر میای، باز میتونه که برو خودش مشکل خود حل کنه. بسیار خوب، بسیار خوب. خودت رانندگی را یاد داری یا نه؟ درایوری میکنی یا نه؟ من یاد ندارم، اما خیلی علاقه دارم که یاد بگیرم خودم راننده باشم. بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر بسیار زیاد فاطمه جان. تشکر. سلامت باشی. خب دوستای عزیز، برنامه ما هم قسم ادامه داره و میریم از دیگه دوستا، از دیگه جوانا، از دیگه محصلا یا از دیگه کسایی که کار میکنن، از اونها هم نظرشون در این ارتباط میداشته باشه. رحمت الله حمیدی هستم، محصل سال سوم پانتون کابل، رشته حقوق روابط بین الملل. بسیار خوب. خب دیدگاه یا نظر خودت در ارتباط با درایوری خانم‌ها میشه برای ما بگویی؟ بله، امو رقم که مو مینگریم در جامعه افغانستان مسئله درایوری یک مسئله است که مخصوص آقایان معمولا در نظر گرفته میشه، اما اگر واقعا بینانه بینگریم امو رقم که مردا از حقوق خاص برخوردار است، در کنارش زنان هم همزو حقوق برخوردار است. یکی از مسائل مسئله درایوری است. در نظر شخصی خود ما یک مسئله بسیار هرچند که سنت شکنانه میشه گفت، اما واقع بینانه وقت بینگریم باید از همان حقوقی که مردا برخوردار است در مسئله دراوری هم که باشه زنان باید برخوردار باشه. بسیار خوب، تشکر بسیار زیاد از شما. سلامت باشید. خب دوستان، اینجا دو برادر ما هستن که موتر میشن، از اینا پرسان کنم که نظر از اینا چیه. سلام، خوب هستی؟ سلام، خوب هستین، بخیر. تشکر. میشه کوتاه نظر خود در باری رانندگی خانما بگویی که خانما چقدر میتونن، یعنی چند فیصد حق دارن که درایوری کنن؟ 5% حق داره خانما. چرا اینقدر حق کم برشان دادی؟ والا مرا میسی اثر بعد از برش که دلیوری کنه. چرا؟ از خاطره که بعد از اگه مردم سیل میکنه میگه بچه دریواری میکنه. در فامیل شما خانم ها ایش کس دریواری نمیکنه؟ از ما در خانه نمیبره. از خانه بیرون نمیشه؟ نه. خود مکتب میری؟ نه والا. چرا خود خوی نخواهی با خودت چرا ایره مثلا ننگ میدانی که خودت هم بری درس بخوانی؟ چطور؟ مرا خوشم نمیده، اینم اشرفغنی چی کرد که مکتب رفت. تشکر بسیار زیاد، سلامت باشید. خود در ارتباط با درایوری خانم ها یا رانندگی خانم ها میشه که نظر خود بگویی؟ بله، ما در شرایط هستیم که افغانستان یک کشور نسبتا سنتی و همچنان عقب مانده است، ولی در مورد درایوری خانم ها یک چیز الزامی است، به خاطر که نظر به شرایطی که ما داریم میتونه ما امرجنسی داشته باشیم و همچنان موارد عاجل که پیش میایه، به او خاطر ما نیاز به این داریم که مثلا حداقل خانوما به یک سطح متوسط بتانن درایوری کنن، چون حداقل یک موارد عاجل پیش میایه بتانن مشکل خودشان رفع کنن. و همچنان این چیزی خوبی است، چون هم حق آزادی و آزادی بیانی که به خانوما گفته میشه را برشان میتن، چه درایوری باشه، چه موتورسیکل باشه، چه هم بایسیکل باشه. چون ما به عنوان از این که میخوایم دموکراسی یا آزادی رو به خانم‌ها بدیم، باید این حق هم برشان داده شود که بتانند درایوری و هر باید بایسیکل رانی یا هر کار دیگه‌ای که دوست دارن انجام بدن.
تشکر، بسیار زیاد، سلامت باشی، زنده باشی، همیشه هم در درسات موفق باشی. زنده باشی. تشکر از خودتانو. تشکر از شما. در سرک پهنتون کابل هستم و اینجا نظر زیادی از دوستا و از محصلین گرفتم، اما تا ایستا ایستا میریم به دیگه جاهای شهر کابل و نظر و دیدگاه دیگه هموطنان خود در این ارتباط میداشته باشیم. با ما همراه باشین، برنامه ما را بیننده باشین. خب دوستا، فعلا در شهر نو هستم و اینجا دیگه خواستم که نظر تاکسیران ها را هم در این ارتباط داشته باشم. سلام، خوب هستین؟ خوب هستین، صحتمند هستین، قراریست؟ تشکر، سلامت باشی. از موترتون قسمی معلوم میشه که شما تاکسیرانی میکنین؟ بله صاحب، بفرمایید. بسیار خوب، میشه که دیدگاه یا نظرتان را در ارتباط به رانندگی خانما هم بگوین؟ خوب کار است، ولی یک چیزی است که بعضی جوانای ما آزار اذیت خانما میشن، ولی تاکسیرانی که هر کس میتونه بکنه. این نیست در فامیلای شما کس تاکسیرانی میکنه از خانما؟ نه خیر، نه، من یک خودم هستم تاکسیران هستم، دیگه کس نیست که تاکسیرانی. یعنی رانندگی را یاد داره؟ یعنی رانندگی را یاد ندارن. چرا در فامیل شما یعنی رانندگی را یاد ندارن، با وجودی که خودتان تاکسی دارین و رانندگی را خوب صحیح بلد هستین؟ اینطور است که همی زمینی همی چیز مساعد نیست، بعض وقت همی کسایی که آزار اذیت میکنن یکان گپ سخن تا و بالای گپای دیگان میزنن. دیگه ما مشکلات ما این همی است که همی بعض کسایی که هست البته آزار اذیت همی خانما میشن، به مو خاطر نمیتارن که تاکسیرانی یا مثال دریوری کنن، درایف کنن. تشکر، بسیار زیاد، سلامت باشین. خواهش میکنم، تشکر. زنده باشین. خب دوستو، دیگه از دیگه تاکسیران هم پرسان میکنیم که اونا چی نظر میتن. قسمی که معلوم میشه اینجا هم یک برادر ما در موترش هست. سلام، خوب هستی؟ تشکر، زنده باشین. خب میشه خدا کوتاه معرفی کنیم برای دوستان ما که این لحظه شما رو میبینن؟ اسم من زبیولا است، یکی از تاکسیران های شهر کابل. بسیار خوب. خب زبی جان، از نظر شما چند فیصد حق میتین برای خانما هم که رانندگی کنن، یا دیدگاه یا نظرتان در ارتباط به این رانندگی خانما هم میشه که بگوین؟ بله چرا نه، ما خو اصلا در جامعه سنتی زندگی میکنیم، ولی ما خوشبین هستیم که اونا هم تاکسی رانی کنن. چرا ما باید بروی رو به پیشرفت باشیم؟ خانما هم حق دارن که این کار کنن. در فامیل خودتان خواهر، همسر یا مادر اینا رانندگی را یاد دارن یا خیر؟ نه خیر، نه، کسی یاد ندارن، ولی کوشش میکنیم که یاد بدیم، چرا وقت مشکل میه اونا هم بتانن که تا یک جای خود ما را برسان یا خودشان برسن. بسیار عالی، تشکر، بسیار زیاد، سلامت باشین، زنده باشین، از اینکه بر ما وقت دادین، بازم تشکر. تشکر از شما هم. خب دوستای عزیز، این بود گزارش امروز ما که در ارتباط به این بود که آیا خانما رانندگی کردن میتونن یا خیر، دیدگاه شهروندا را در این باره داشتیم و ازشان پرسان کردیم که چند فیصد اونا حق بر از اینا میتن که اینا رانندگی کنن. دوستا، شما میتونین که نظر خودتان در کامنت ها بر ما بتین که از دید شما خانما تا چی حد میتونن که رانندگی کنن، و دیدگاه یا نظر خودتان در این ارتباط میتونین در کامنت ها بر ما شیر بسازین. و این بود گزارش امروز ما. خدا کنه که تا این دمی که با ما بودین خسته نشده باشین. تا برنامه دیگه که دوباره در خدمتتان قرار میگیرم و یک گزارش دیگه براتون آماده میکنم، شما را به خداوند به همتا میسپارم. و چینل علیسا ویدیو را سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم از یادتان نره. ما همیشه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. تا برنامه دیگه، خداوند یار و مددگار همگیتون.